اونایی که حجاب به سر میکنن پیش از همه این بی سوادی بی معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا، او هم گمراه گشتگان هم. حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. آنها سطر و سیاه پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودنی زنان و دختران است. و برکاته برادران و خواهران و مادران و پدرانی تاجیکستانی، چی خیلی که امروز میبینیم در وطن ما ناعدالتی و دیکتاتوری، رژیم دیکتاتوری رحمانوف امروز مردم ما را به گمراهی و نابودی برده ایستاده است. چی خیلی که شاعر میگوید غشتی اول میرود معمار کج تا به آخر می رود دیوار کج. این از اول همون کج آمدگی است، ما را به کجی برده ایستاده است، ما را به نیستی برده ایستاده است، ما را به نابودی برده ایستاده است. باید امروز ما باید چیکار کنیم؟ با ضد ظالم مقابله بریم، مبارزه بریم و این ظالم را در سری دولت نیست و نابود بکنیم. چی خیلی که می گویند باید با ضد ظالم گپ زد، باید با ضد ظالم سخن گفت. اگر که ظالم ظلم کرد و مظلوم خبشیشت، این هر دو در عذابند در آخره. باید که مظلوم هم باید با ضد ظالم گپ بزند. مردمی مظلوم تاجیکستان، چی خیلی که امروز ما میبینیم در تاجیکستان این رحمانوف نامحترم، این رژیم دیکتاتوری رحمانوف زمینی ما را، زمینی که اون مادری ما هست، به دو تین به خطای فروخت. و چی خیلی میبینه در تاجیکستان برای مردمی خطای کار هست و برای مردمی تاجیک نیست. مردمی تاجیک باید به مهاجرت رود. مردمی تاجیک طول 25 سال است که به مهاجرت، به جمشود و رفشد، برای این چیزها تقلید میکنن مردمی تاجیک. پشتبانی نداریم ما. رحمانوف نامحترم، باید که تو این سخنهای ما را نغز گوش بکنی. ما انشاءالله روز میاییم. روی ما غضب خدا بالای تو هستی، میره بدان رحمانوف، تو وطنی ما را فروختی. توی را بدان که ما امروز مردم تاجیک فهمیدیم که تو 25 سال بالای ما چندقدر ظلم و چندقدر ناعدالتی آوردی. این مردم مظلوم تاجیکستان باید که ما بر بخیزیم، خب نیستید. هر کسی که در داخل وطنین، در خارج وطنین، باید به ضد ظالم سخن بگوید. ما باید ترس از دل در بکنیم، فقط ترس باید از الله باشد. برادران عزیز، این تماشا کنید، حتی در راههای ما ترازو ماندگی است. این برای ما یگان کار نکرده است. من تونل کردم، من راه کردم، من آبادی آوردم به شما را. این برای ما آبادی نآورد، این ما را به نیستی برده است، به نابودی برده ایستاده است. خیلی که میبینیم زید سعیدوف در تاجیکستان یکی از بیزنسمن های خیلی شجاعی خوب بود و مردم هم در تگی دستی و خیلی زیاد کار میکردن. برای چی این مردم را، این بیزنسمن هایی که به مردم خوبی میخواستن، اینها را به زیر پنجره کرد؟ یا که استاد عزیز عمرعلی قوتوف برای چی این آدم را کشت؟ برای اینکه حقیقت گفت. اگر حقیقت نمیگفت این نمیکشت. اگر اینکه گناهگار نمیشد، این بزیدی شهید استاد عزیز عمرعلی قوتوف این کار رو نمیکرد. برای چی در مسکو، در انگلیس و در دیگر جاها بزیدی پریزیدنت همه گپ میگن؟ برای چی پدر و مادرهای وایها رو نمیرسن؟ امروز در تاجیکستان غلامداری است. چی خیلی که ما را این غلام کرد، طول 25 سال حیات است که ما در ملکی بیگانه غلام هستیم. ما را همه چیز گفتن، چورکه، جم شد، رم شد. شما مردمی تاجیک باید یک ناموسی مردیتان رو بزیدی نامحترم رحمانوف دیکتاتور نشان بدین. ما مردمی نبودیم که بزیدی یک ظالم خبی ساده سکوت کنیم. تاریخ ما بزرگ است. باید که ما بزیدی ظالم ها مبارزه را دوام بتیم. برادران عزیز، و ترس را اولین چیز این است که ایمانی خدا به خدا باید ما
مستحکم بکنیم، ترس از دلمان دور بکنیم. رحمان افریکتاتر! رحمان افریکتاتر!